معترضان در کابل خواستار توقف توزیع تذکره الکترونیکی شدند. اشرف غنی با امام اهلی رحمان دیدار کرد. احمد مسعود با رئیس جمهور فرانسه دیدار کرد. به نام خداوند بخشنده و مهربان با تقدیم سلام. به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. احمد مسعود با رئیس جمهور فرانسه دیدار کرد. با گزارش اسپوتنیک، احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان امروز دوشنبه 29 مارس در صفحه فیسبوکش نگاشته است که به خاطر قدردانی از نامگذاری جاده به نام قهرمان ملی با مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار داشته است. آقای مسعود تاکید دارد نامگذاری یک جاده به نام قهرمان ملی و روابط و همکاری های فرانسه با افغانستان در 100 سال اخیر، به ویژه در دوران جهاد و 20 سال پسین، پیرامون وضعیت جاری در افغانستان و فرصت ها و خطرات احتمالی این وضعیت، بحث های همه جانبه صورت گرفت که سبب ایجاد دیدگاه های مشترک دو جانبه شد. در ادامه این نوشته آمده است رئیس جمهور فرانسه مبارزات شهید احمد شاه مسعود در برابر اتحاد جماهیر شوروی و طالبان و القاعده را درخشانترین نمونه آزادی خواهی و استقلال طلبی توصیف کرده و آمادگی فرانسه برای حمایت دوامدار از مردم افغانستان را اعلام داشت. قابل یادآوری است که شهرداری پاریس روز شنبه 27 مارس در مراسم از لحو یادبود احمد شاه مسعود فرمانده پیشین مجاهدین افغانستان در پایتخت فرانسه رونمایی کرد. در این مراسم شخصیت های از جمله احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی و وزیر امور خارجه اروپایی فرانسه حضور داشتند. لحو یادبود احمد شاه مسعود در پارک شانزه واقع در منطقه 8 پاریس نصب شده است. یکی از رهگذرهای این پارک نیز به نام فرمانده پیشین مجاهدین افغانستان نامگذاری شد. اشرف غنی با امام علی رحمان دیدار کرد. اشرف غنی رئیس جمهوری که برای اشتراک در نشست موسم روند استانبول قلب آسیا به تاجیکستان رفته، با امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. امام علی رحمان از اشرف غنی در مراسم در کاخ ملت تاجیکستان پذیرایی کرد. تا اکنون اطلاعات در مورد جزئیات دیدار دو طرف منتشر نشده است. رئیس جمهور صبح امروز دوشنبه 9 مارس در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی راهی دوشنبه شد. معترضان در کابل خواستار توقف توزیع تذکره الکترونیکی شدند. شمار از هواداران کنگره ملی به رهبری عبداللطیف پدرام جنبش زیر نام 1400 تشکیل دادند. اعضای این جنبش امروز دوشنبه 9 مارس در کابل در اعتراض به فهرست جدید اقوام از سوی اداره احصایه راهپیمایی کردند و خواستار توقف توزیع تذکره الکترونیکی شدند. معترضان علیه حکومت شعار دادند و اشرف غنی رئیس جمهور را متعصب و خاصب قدرت خواندند. آنان خواستار کنارگیری رئیس جمهور از قدرت شدند. معترضان همچنین خواستار توقف توزیع شناسنامه الکترونیکی شدند. در فهرست جدید اقوام که از اداره ملی احصایه و معلومات تهیه شده، از 24 اقوام نام برده شده است. این فهرست انتقادهای گسترده‌ای را در پی داشته است. شمار از مقامات دولتی و چهره های مدرسه سیاسی این اقدام اداره احصایه و معلومات را یک مشکل جدی برای فرآیین ملت سازی در کشور عنوان می کند و می گویند که این اقدام نادرست باید باعث شعله‌ور شدن بیشتر آتش تفرقه و افزایش فاصله اعتماد و همدیگر پذیری بین اقوام و گروه های فرهنگی خواهد شد. مقامات معترض می گویند که این رویکرد به منظور راه اندازی نفاق و تفرقه در کشور انجام شده است. بر آیین نشست ترکیه، جمهوریت بدون غنی. علی موسوی، تحلیل از خبرگزاری افاق. شمارش معکوس برای برگزاری نشست صلح افغانستان در ترکیه آغاز شده و انتظار می رود ظرف روزهای آینده تاریخ برگزاری آن مشخص شود. نشستی که بر لحاظ اهمیت و نتیجه با نشست بن اول مقایسه می شود که قوه نظام مستقر محسوب می شود. بنابراین پیشبینی می شود در نشست ترکیه درباره آینده نظام کنونی یا به تعبیر درست‌تر نظام آینده افغانستان تصمیم بگیرند. تصمیمی که آسان نیست، هزینه دارد و پایمدهای غیر قابل پیشبینی آن موجب بروز نگرانی‌های جدی در میان تیپ‌های گوناگون شده است. عبدالله واحد مشاور امنیت ملی اشرف غنی می گوید که آمادگی‌های دولت برای اشتراک در نشست صلح ترکیه جریان دارد.
اما تاکید کرده که در نشست ترکیه اول باید روی آجنده صحبت شود تا بفهمیم چه دستاوردهایی می توانیم داشته باشیم و دوم اینکه طالبان چه کسانی را مفرستند. آیا مثل نشست مسکو کسانی را مفرستند که صلاحیت کافی نداشتند و دنبال جنگ بودند، یا کدام فرد با صلاحیت را روان می کنند یا با معلوم می کنند به نتیجه می رسند یا خیر؟ این بخش از گفته های تازه مشاور امنیت ملی رئیس جمهور به معنای آن است که ارک نگرانی های جدی دارد و شاید اگر به نتیجه برسد که در نشست ترکیه درباره سرنوشت اشرف غنی و دولت به رهبری و هم تصمیم های گرفته می شود که مطابق مایل و اراده سران ارک نیست در آن شرکت یا از آن حمایت نکند. پیش از این گزارش شده بود که اشرف غنی در نشست ترکیه یک بسته پیشنهادی خاص خود را ارائه خواهد کرد که برگزاری انتخابات زود انگام مهمترین بخش آن محسوب می شود. این در حال است که طرح دولت آمریکا برای تشکیل دولت انتقالی جایگاهی برای انتخابات زود انگام تعریف نشده و به نظر می رسد که بر بنیاد طرح آمریکا اشرف غنی باید اولین و بزرگترین قربانی برای ایجاد یک تحول سیاسی اساسی در افغانستان باشد، چیزی که مطلوب ارک نیز و غنی و مشاورانش و معاونان او بارها اعلام کردند اصل انتقال قدرت از طریق انتخابات غیر قابل معامله است. اما آنها حاضرند برای برگزاری انتخابات و تعیین زمان آن مذاکره کنند. آقای محیب همچنین افزوده که اعلام کشورهای آمریکا، روسیه، چین و پاکستان در قطعنامه مبنی بر عدم بازگشت حکومت اماراتی طالبان یک پیام خوب برای صلح افغانستان بود. اما پس از این نشست طالبان از همان موقف قبلی خود که کندی دنبال صلح بودند برگشتند و جنگ و ناامنی در کشور را شدت بخشیدند. او گفت اگر طالبان به این امید باشند که با جنجال‌های داخلی می شود تا آن گروه به قدرت برسد در اشتباهان، چون هیچ کس خواهان برگشت طالبان در افغانستان نیست. در این شک نیست که استقرار دوباره رژیم امارات طالبان در افغانستان منفی است و بجز از ارک این امر مخالفان جدی دیگر هم دارد و اگر طالبان بر رویکرد پیشین خود مبنی بر افراشته شدن رژیم امارات اصرار می‌ورزند، چه بسا مقاومت ملی شکل بگیرد و خطر جنگ داخلی وجود دارد و کشورهای خشونت خونبار دیگر سقوط خواهد کرد. با این حال مخالف قدرت های بزرگ غربی، شرقی و همسایگان افغانستان با استقرار دوباره رژیم امارات طالبان و نیز مخالفت های شدید و سریعی که در برابر بازگشت کامل و انحصار طالبان به قدرت در داخل افغانستان وجود دارد، لزوما به معنای آن نیست که مردم و جریان های سیاسی و نیز قدرت های سیاسی خارجی از بقای اشرف غنی حمایت می کنند و هر گونه تحول سیاسی در مسیر تحقق اصل را در چارچوب همین دولت میخواهند. بنابراین نشست ترکیه میتواند محلوله مهم و سرنوشتساز برای توافق درباره ایجاد ساختار سیاسی بر اصول نظام جمهوری با بدون اشرف غنی باشد. اشرف غنی و مشاوران او جمهوریت و بقای نظام موجود را به مثابه پایه برای بقای رئیس جمهور و دولت او به کار میبرند.